سلام دوستا، در برنامه رها خوش آمدید. سکندر، رشاد. برنامه امروز ما درباره تیم ملی فوتبال افغانستان است. There it is, the new champions of South Asia, the Kings. اولتر از همه این پیروزی بزرگ تیم ملی افغانستان را بر تمام هموطنان چه در داخل چه در خارج تبریک میگیم. و مهمان ما امروز یکی از بهترین فوتبالیست افغانستان است، بلال جان آرزو. سلام، خوش آمدید. سلام. خوش آمدید بلال جان. تشکر، زنده باشین. سلامای خدا، اولتر از همه سلامای خدا خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان بسیار خوبتان تقدیم میکنم و پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را از صمیم قلب برای شما و برای تمام مردم مسلمان خود تبریک عرض می‌دارم و امیدوار هستم که هر جایی که هستم خوش و آرام باشم. خب بلال جان، صحبتاشو می‌کنیم، می‌خوایم یه بگویم که بعد از این پیروزی بزرگی که تیم ملی افغانستان به دست آورد، واقعا ما را خیلی علاقه‌مند ساخت که خودت دعوت بکنیم و از خودت بشنویم و خودت بیشتر بشناسیم. اگر لطف کنی از خودت یک برای ما کمی بگویی. چرا نه، هزار دفعه. اسم من بلال آرزوست، 24 سال سن دارم، مدت 4 سال میشه که عضو تیم ملی فوتبال افغانستان هستم و فعلا هم در نروژ زندگی میکنم. مدت 14 سال شده که در نروژ هستم و در یکی از کلاب های بسیار خوب نروژ بازی میکنم به نام آسکر. خب بسیار خوب. حالا بعد از اینکه قهرمان فوتبال آسیا شدین چی احساس میکنین؟ یک احساس پاچایی رو میکنین؟ رشاد جان چی بگویم، بسیار احساس خوشی داریم که تیم ملی فوتبال افغانستان توانست برای اولین بار به حساب قهرمانی بازی ها شوه. بسیار احساس خوشی داریم دیگه، نه تنها ما بلکه تمام مردم افغانستان می احساس خوشی را دارن. بله دقیقا. خب بلال جان، چطور بود تشویق مردم؟ آیا به قدر کافی تشویق شدید؟ واقعتش تشویق مردم بسیار خوب بود. تیم ملی را واقعا بسیار استقبال کردن، حتی در میدان هوایی افغانستان رئیس صاحب جمهور آمده بود به دیدن بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان و دیگر کسایی که در پارلمان افغانستان بودند و از وکیل صاحبا زیاد به تشویق بازیکن آمده بودند و مردم افغانستان واقعا بسیار احساس خوشی کردن که تیم ملی فوتبال افغانستان توانست برای اولین بار قهرمان بازی ها شود و ناگفته نمانه که وقتی که من خودم در میدان هوایی نروژ آمدم، تعداد زیادی از به حساب هموطنان عزیزم به دیدنم در میدان هوایی آمده بودن در نروژ و بسیار استقبال شدم، بسیار تشویق کردن. واقعتم احساسشان قابل قدر است. من بازم یک بار دیگر تشکری میکنم از تمام مردم افغانستان که واقعا در مسابقات جنوب آسیا برای تیم ملی فوتبال افغانستان دعا کردن و تیم ملی یک نتیجه خوب گرفت. اکثر هنرمندای افغان در جواب این سوال که از کی علاقمند هنرمندی شدین، اونا میگن که ما از طفولیت علاقمند بودیم. شما از طفولیت فوتبالیست بودین یا که کمک نوختر شروع کردین؟ راستش من بگویم به دلیل از این که در طفولیت ما چون مهاجر بودیم و ما امکانات از این را نداشتیم که ما بتانیم فوتبال از طفولیت یا از خورترکی شروع کنیم. من در راستش بگویم فوتبال از سن 15 سالگی یا 16 سالگی بگویم شروع کردیم دیگه، چون در گذشته چون شرایط از این را نداشتیم که فوتبال شروع میکردم. میتونی بر ما بگی که چی باعث شد که خودت علاقمند فوتبال شدی؟ علاقمند فوتبال از طفولیت، چون برادر بزرگترم سمیر جان بسیار
فوتبال دوست داشت، فوتبال بازی میکرد. از اون خورترکی بسیار علاقمند فوتبال بودم و خوشبختانه که در نروژ آمدم باز امو امکانات و چیز بود که فوتبال شروع کنم. پس مشوق اصلیتون برادرتون بوده؟ بله، مشوق اصلی ما برادر کلانم سمیر جان می باشن. بسیار خوب. یک مسئله است، اگه شاید شنیده باشه که در افغانستان بعضی از وطنداران ما کوک نگاه میکنن. این کوک مثلا یک هفته پیش از جنگش اینا صبح زود از خانه میکشن و باطال در پایش میزنن و میدوانن که سینهش پخته شد. کدی خودت بدرت خود کار نکرده؟ نه خیر، نه سکندر جان او رقم نبوده، اونمو به حساب سعی و تلاش و کوشش خودم و تشویق فامیل و دوستایم بوده که و کمک خداوند بوده که فضل خدا فعلا در فوتبال کمک پیش آمده. خب اگر فوتبالست نمی بودین چی می بودین؟ اگر فوتبالست نمی بودم دیگر امو عقد شب بگویم بسیار از امو طفولیت بسیار علاقه زیاد به سینما داشتم، بسیار دوست داشتم که یک روز بتانم در سینما بایست یک هنرمند سینمایی کار کنم. خیانه که درمندر میخواستین شوید؟ درمندر هندوستان میگه درمندر افغانستان سلیم شاهی ره. سلیم شاهی رو چی میکنی؟ شادگل چی یک هنرمند بهترین است. خب به هر صورت بغیر از فوتبال چی مصروفیت داری؟ بغیر از فوتبال فعلا در یکی از مکتبای نروژ باعث معلم سپورت کارم میکنم و سنفای 8 و 9 و 10 باعث به حساب معلم سپورت به اونا درس میتم. خود اگر کدام سپورت زیاد دوزار بدون فوتبال؟ بسکشی یا؟ بدون فوتبال زیاد امی راستش بگویم امی هر چیزی که در سپورتی که با توپ باشه بسیار علاقه من نشستم دیگه. از والیبال بسیار خوشم میایه، از بسکتبال زیاد خوشم میایه دیگه. این توپکیستن یا میگه خیلی؟ بله بله. بسیار خوب. خب بلال جان، شما با این استعداد عالی که دارین در 5 سال آینده خود کجا میبینین یا در چی مقامی میبینین؟ راستش بگویم سکندر جان، در فوتبال بسیار مشکل است که آدم پیش بینی کنه. من سعی تلاش خودم میکنم که در فوتبال پیش برم و یکی از آرزوهای بسیار بزرگ من امی است که یک روز بتانم که تیم ملی فوتبال افغانستان همکاری کنم و کمک کنم که بتانم به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم و مسابقاتی که در پیشروی داریم یک 6-7 ماه بعد که مسابقات چلنج کپ می باشد در کشور مالدیو، در اونجا 8 کشور آسیایی اشتراک میکنند که از این 8 تیم فقط یک تیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا میکنه و آرزوی من است که انشالله یک روز بتانیم که ما هم در جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم و با کشورهای خوب آسیایی مسابقه کنیم انشالله. خب از هر کس که پرسان میکنیم که یک فوتبالیست کی را دوست دارین یکی را میگن، مثلا سکندر جان فوتبال هیچ یاد نداره، اما اگه این پرسانش کنی زیدان گفته میره. حالا شما آیدلتان در فوتبال کی است؟ از ما از بازیکنهایی که بسیار دوست دارم در اروپا یکی لیونل مسی است که به کلگی معلوم است که بسیار یک فوتبالر خوب است و بعد از لیونل مسی شلاتان ابراهیموویچ زیاد دوست دارم. خب بلال جان، از کلوپای فوتبال کدام کلوب مورد علاقتان است؟ من بسیار طرفدار سرسخت بارسلونا هستم، بسیار دوست دارم امو طور امو سیستم بازیشون بسیار سیستم خوب است، از اون خاطر بسیار دوست دارم. خب بلال جان، میتونی که برای ما یکی از خاطرات جالب زندگی ده بگی؟ خاطرات خود زیاد است. یکی از خاطرات خوبم که خاطرات خوبم در زندگی همین مسابقه فاینال که ما
تا یک هفته پیش مسابقه فاینال که ما با هندوستان داشتیم قهرمان شدیم. بسیار یکی از خاطرات خوب زندگیم بود که برای اولین بار ما توانستیم به حساب قهرمان جنوب آسیا شویم، یکی از خاطرات خوب زندگیم است. میشه که یک خاطره خوب که توپ در بینش نباشه، بدون توپ باشه برای ما بگوییم؟ توپکی شو سکو ولاد در زندگی خاطرات، هر روزش خاطرات می باشه سکندر جان. یکی از خاطرات خوبه که داشت بیرون از فوتبال باشه، یکی از خاطرات خوبم باید بگویم که همون وقتی که من بعد از 18-19 سال بعد از این که من به وطن بازگشتم و امو فامیلا را دیدم، دیگه مملکت خود را دیدم، خاک خود را دیدم و به حساب امو صلح و آزادی را در وطن خود دیدم، یکی از خاطرات بسیار خوب است که بعد از 19 سال من دوباره به وطن خود رفتم و بسیار یعنی یکی از خاطرات بهترین خاطرات زندگی من بود. خب اگر متوجه باشین هر وقت که بلال جان گل میزنه همی چله خودم آچ میکنم، یک چی رازی دارم؟ ولی اگر راز بشم که یک رازی در این هفته است، اون ماچه که بلال جان میکنه خب از همه دلش ماچ میکنه، یعنی من یک رازی است. راستش بگویم کدام راز نداره، طور که تمامی کسایی که ازدواج کردن همسرهای خود دوست دارن، من هم همسر خود زیاد دوست دارم، دیگه کدام راز در این نیست، صرف امو دوست داشتن و محبت که به خانمم دارم. یک چند سوال هست که جوابایش پیش از پیش از خانمتان پرسان کردیم که پیش ماست جوابایش هست، اما بازم از شما میکنیم که ببینیم که محبتتان چقدر زور است. چرا نه، هزار دفعه من کوشش خودم میکنم که به سوالای شما صحیح پاسخ بدم. خب اگر دوستیت واقعی بود که سوال جواب دادن شما آسان است. کوشش خب میکنیم. حالا یک سوالای رنگ رنگ میکنیم ببینیم که جوابش چطوری میشه. میتونی برام بگی که رنگ مورد علاقه خانم چی است؟ رنگ که زیاد دوست دارن رنگ سبز باید باشه. خانومش گفت سبز تیز، اما سبز هم سهیسته. خب یک سوال بسیار آسان میکنیم، همین تاریخ تولد خانوم شما چی است؟ هم تاریخ بگوین و هم روزش بگوین که چند شنبه. تاریخ تولد خانومم اگر اشتباه نکنم در تاریخ 10 اپریل 1987 به دنیا آمدم. باید باشه. خود روز سینا هستن. بله یک چیز دیگه است، تو تاریخ برای ما در میلادیش گفتی، اگر لطف کنی امیر در هجری شمسی بگوی که خوبتر بفهم چی بهتر. همی چیزی که به ذهن ما بود به مو به مو سیستم اینجا دیگه به مو سیستم اروپا و امریکا. خب خیر است، خیر است، قبول میکنیم. خب خیر و ریاضی اسلامیش را موتو میکنیم. خوب است، خوش است. یک سوال دیگه میخوایم بکنیم که امی تاریخ سالگرد نامزدی تو که هست؟ در چی تاریخی هست؟ سالگرد نامزدی من در 25 جون 2012. فکر کنم که بلال جان اول آرسی میکنه بعد از نامزدی خودم میکنه. حتما. چطور؟ خب بلال جان ما تاریخ نامزدی را پرسیدن کردیم، نه عروسی تا. خب خیلی من عروسی را پس به خیال ما فکر کردم که عروسی را شما از من پرسان کردین. خسائیس دو برسه جواب دادن، برنده هستن، خانم خود را دوست دارن. خب بازم تشکر که در پروگرام ما اشتراک کردین، یک جهان تشکر. تشکر، تشکر از شما که به ما وقت دادین که در پروگرام بسیار زیبایتان اشتراک کردم و تشکری میکنم از شما و تمام مردم عزیز خود که واقعا به تیم ملی بسیار دعا کردن و تیم ملی را بسیار تشویق کردن که امروز تیم ملی فوتبال افغانستان توانست یک نتیجه بسیار خوب را بگیره. تشکر بلال جان،
قبل از اینکه ما قبل از اینکه برنامه به پایان برسه، اگر کدام پیامی بر جوانای افغانستان داشته باشین یا نصیحت داشته باشین بفرمایید. گفتنی زیاد ندارم، فقط یک پیام دارم برای تمام مردم که ده هر رشته که هست به حساب، ده هر رشته که دوست دارن خودشان، در چی سپورت هست چی تحصیل است، سعی کنن تلاش کنن که بتانن در آینده بتانن یک خدمت برای مملکت جنگ زده ما افغانستان کده باشن. خب دوستان، تشکر از اینکه چند لحظه با ما بودین و باز هم تبریک بر تمام ملت افغانستان. و باز هم بسیار خوش شدیم که بلال جان امروز در پروگرام اشتراک کرد و پروگرام حالا در خلاصی هسته. بله، و همینجا پروگرام رو به پایان میرسیم و شما رو به علای پاکس بریم. خب من از خودت نفهمم، من خب پروگرام خلاص کردم میرم فوتبال شروع میکنم، 2 سال بعد در تیم ملی میباشم. بله دوباره فوتبال تکم، همینجا خناه رکده میشن شربت خود میخورم.